بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود آغاز میکنیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان. از قسمت فنکشن های پروگرام اکسل قسمی که ما در ویدیو قبلی بعد از فنکشن ها را مورد مطالعه قرار داده بودیم و ادامه فنکشن ها را مورد مطالعه قرار میدیم. بریم در قسمت پروگرام اکسل. فنکشن هایی که ما شما امروز مورد مطالعه قرار میدیم عبارت است فنکشن هایی است که ما اینجا نوشته کردیم وی استادی دیز فنکشنز. ما مطالعه میکنیم چرا این فنکشن ها را. دیگه درباره فنکشن ها از قبل براتون معلومات داده بودم که فنکشن ها فرقشان برای فرمول چی است. درباره اینا براتون معلومات در ویدیوی قبلی داده بودم. ما میایم سر فنکشن نو. وظیفه فنکشن نو چی است؟ وظیفه فنکشن نو ای است که ما شما میتونیم از طریق یک تاریخ ساعت در کمپیوتر خود چی کنیم اضافه کنیم. نوشته می کنیم که مساوی اور ایکوالز نو قوس باز قوس بسته انتر. زمانی که ما انتر کردیم مستقیم تاریخ ساعت کمتر ما شما در صفحه پروگرام اکسل یا موصله که ما شما فنکشن نشته میکنم ظاهر میشه که نشته است 6/12/2013 5/37. درست است، هم تاریخ اضافه کرد هم ساعت. بنابراین اگر ما شما میخواستیم که تنها سال مشخص کنیم، میلی شما دیدین که هم تاریخ اضافه کرد هم ساعت. حالا میخوایم تنها ما سال مشخص کنیم، در صورت از فنکشن مساوی ایر استفاده میکنیم. قوس باز ناو قوس باز قوس بسته باز قوس بسته انتر. سال چند است؟ 2013 یا 2013. اگر خواسته باشیم که تنها ما را مشخص کنیم از فنکشن مساوی منت قوس باز ناو قوس باز قوس بسته انتر. ما چند است؟ 6. ما ششم. اگر خواسته باشیم که تنها روز را مشخص کنیم مساوی دی قوس باز ناو قوس باز قوس بسته انتر. تنها چی را مشخص میکنیم؟ روز را مشخص میکنیم. 12 یا 12. اگر خواسته باشیم که تنها ساعت را مشخص کنیم نشته میکنیم مساوی اور قوس باز ناو قوس باز قوس بسته انتر. ساعت چند میجاست؟ 5 میجاست. درست است؟ اگر خواسته باشیم که تنها دقیقه را مشخص کنیم مساوی منت قوس باز ناو قوس باز قوس بسته انتر. فرانسه کنین یا قوس ما بسته نکنیم به خاطر ایوارنگ داد باید آخر هم یا قوس بسته کنیم بخاطر که یا قوس از نربوط ناو است و یا قوس مربوط به چی است؟ منت. زمان انتر کردیم مستقیم سه منت دقیقه هم مشخص کرد و همچنان ثانیه را هم میتونیم مشخص کنیم مساوی یا ایکوال سیکند قوس باز ناو قوس باز قوس بسته انتر. ثانیه چند ثانیه؟ 12 ثانیه. و بعد از این ما داریم فنکشن ناو منفی یک. این مدروش است چی است؟ هرگاه ما خواسته باشیم که تاریخ یک روز گذشته یا یک روز که قبل از پوره معلوم کنیم باز این فنکشن استفاده میکنیم. مثلا امروز روز دوشنبه است، ما میخواهیم که تاریخ روز یک شنبه را معلوم کنیم. یک روز گذشته باز چی میکنیم؟ نشته میکنیم مساوی ناو قوس باز قوس بسته منفی یک. یعنی از تاریخ امروز یکی کم شد، تاریخ دیروز میشه نمیشه. سعی کنیم فعلا تاریخ مکمل بود 12 بودی چند شد؟ 11. اگر درست تاریخ گذشته رو معلوم میکرد فنکشن مساوی ناو قوس باز منفی دو نوشته میکرد. درست تاریخ گذشته رو شما معلوم میکرد. اگر میخواستیم که بله درست تاریخ است. اگر میخواستیم که سه روز تاریخ ما شما گذشته رو معلوم کنیم با فنکشن مساوی ناو قوس باز منفی 3 به میشه که اگر 4 روز میخواستی منفی 4، اگر 5 روز میخواستی منفی 5. مربوط خود میشه که تاریخ چند روز قبل یا گذشته رو معلوم میکنیم. مثلا تاریخ 5 روز گذشته ناو منفی 5 مساوی ناو قوس باز منفی 5. یعنی تاریخ 5 روز چی است؟ گذشته است که معلوم کردیم. اگر میخواستیم به میشه که ما شما تاریخ روز آینده رو معلوم کنیم، مثلا امروز دوشنبه است، میخواهیم که تاریخ فردا یا سه شنبه رو معلوم کنیم، در صورت نوشته میکنیم مساوی ناو قوس باز مثبت یک. یعنی از تاریخ اول یکی که تاریخ امروز است جمع یک میکنیم، یعنی تاریخ فردا را برمون شما ده کمی انترش کردیم مستقیم سه که چی میگه 6/13/2013 و 5/40. اگر میخواستین تاریخ دو روز گذشته را دو روز آینده را معلوم کنین مساوی ناو قوس باز مثبت دو نوشته میکنیم. اگر خواسته باشیم تاریخ سه روز آینده را معلوم کنیم از فنکشن مساوی ناو قوس باز مثبت چند؟ مثبت 3 استفاده میکنیم. اگر 4 روز هم میخواستیم نشته میکنیم مساوی ناو قوس باز مثبت 4. دیگه همچنان فنکشن وجود داره که ما شما میتونیم که اگر شما متوجه باشین فنکشن ناو بر ما شما هم تاریخ اضافه میکنه هم ساعت. اگر میخواستی که تنها برات روز اضافه تنها تاریخ مشخص کنه ساعت مشخص نسازه، در صورت ما شما از فنکشن مساوی توده استفاده میکنیم. توده قوس باز انتر. سعی کنید فعلا این فنکشن است که بر ما شما چی اضافه کنه؟ تنها روز مشخص ساخته و ساعت مشخص نکرده. و همچنین ما شما در این قسمت میتونیم که ازمی هم تاریخ گذشته و روز قبل معلوم کنیم. مساوی نشته میکنیم توده قوس باز اگر منفی کردی تاریخ گذشته میشه، اگر مساوی توده قوس باز مثبت ساخته چی میکنه؟ نظر به امروز که تو میخواستی نظر امروز ادا را جمع میکنی تاریخ چی میشه؟ تاریخ آینده و گذشته. کجی هم میتونیم کار انجام بدیم. و دیگه همچنان ما شما میتونیم که
فیصدی معاش معلوم کنیم. پرسنتیج آف سالری، پرسنتیج آف سالری مادوش از فیصدی معاش. معاش معاش تو میتونیم فیصدی معاش معلوم کنیم. خب متوجه، هر وقتی که شما میخواستین مقدار فیصدی را معلوم کنین، هر مقدار که میخواستین عمو مقدار سالری را ضرب مقدار فیصدی میکنین، تقسیم ساعت میکنین، فیصد میشه. مثلا ما میخوایم که آدمی تیبل خود فعلا که تیبل شما مشاهده میکنین، نیم از جاب از سالری فود اوور تایم توتال است، ما میخوایم که 20% معاش معلوم کنم. نوشته میکنم مساوی سل معاش یا سالری از کجا شروع میشه؟ دی 3 درست است، کالم دی روی سه، دی 3 ضرب چند گفتم 20% ضرب 20 تقسیم ساعت، زمانی که من انترش کردم مستقیم چند فیصد معاش میشه؟ 20% معاش میشه. میخوام که بالای تام جدول تطبیق شه، مستقیم کلک چپ ماوس فشار گفت طرف پایین درگش میکنه، درگ میکنه فلاش یک بالای جدول شد تطبیق شد. حالا میخوام که 50% معاش معلوم کنم. نشتم میکنم مساوی مساوی دی 3 دی 3 ضرب گفتم مقدار فیصدی تقسیم چند؟ تقسیم 100. به من ترش کردم مستقیم چند فیصد معاش میشه؟ 50%. معاش چند از معاش تیچر؟ 20000. 50% چقدر میشه؟ 10000. پایین درگش میکنه بالای تام جدول تطبیق شد. و همچنین ما میتونیم که از علامه خود فیصد هم استفاده کنیم. از کدام علامه؟ از علامه فیصد. به واسه که ما شما تقسیم صد میکنیم مستقیم نشون میکنیم علامه فیصد. مثلا میخوایم که معاش 30% چه معلوم کنم مساوی دی 3 نشون میکنم که ضرب 30 ضرب 30 علامه فیصد باشه. یه تقسیم صد نمیگیره. این کارم هم امکان داره. زمانی که انترش کردی مستقیم برای چند فیصد معاش معلوم میکنه؟ 30%. فعلا سعی کنیم که معاش 20000 بود، 30% چند میشه؟ 6000. حالا میخوایم که این معلوم نمودن فیصدی معاش، میخوایم که بالای معاش از نگاه فیصدی اضافه کنم یا کم کنم، به این شکل یا فیصدی معاش همراه مصرف خودم را اوور تایم جمع کنم. مثلا ما میخوایم که 20% معاش همراه 50% فود همراه 10% اوور تایم جمع کنم. نشته میکنم مساوی دی 3 ضرب چند فیصدی را گفتم 20 تقسیم 100 یا علامه فیصد جمع شده همراه ای 3 از این گفتم چند فیصد 50% که عبارت از فودشان است و جمع شده اف 3 عبارت از اوور تایم است ضرب این چند گفتم این 10% تقسیم 100. یعنی با ما چی میسازه؟ 20% معاش 50% فود یا مصرف غذا و همچنان 10% اوور تایم اضافه کردنشون بر ما جمع میکنه. این ترش کردیم مستقیم بر ما چی میکنه؟ جمعش میکنه. به این شکل ما شما میتونیم که مثلا بخوایم که 50% اوور تایم و همچنان 10% فود و 50% سالری جمع کنیم، باز هم به شکل جمع میکنیم. نشته میکنیم مساوی دی 3 ضرب مثلا چند فیصد معاش 50 تقسیم 100 میخو 50% از این شد جمعش کنم روی چی؟ امرای ای 3 که عبارت از فود میشه از این چند فیصد گفتم اصلا از این 20% میگیریم و جمعش امرای چی؟ امرای اف 3 که اوور تایم است از اوور تایم میگیریم مثلا 40% 50% معاش 20% فود مصرف غذا و 40% چی؟ اوور تایم اضافه کاری جمعش رو کامل ترش کردیم مستقیم برمون چی میکنه؟ جمع میکنه. به شکل مرشو میتونیم که بالا جمع کنیم فیصدی معلوم کنیم. و همچنین اگر مقدار مساوی باشه شما متوجه بشید، مثلا میخوایم که 20% معاش 20% فود 20% اوور تایم ما چی کنیم معلوم کنیم. از کلش مساوی دی 3 ضرب 20 تقسیم 100 20% از این شد یعنی معاش شد یا سالری جمع ای 3 از این را میگیم ضرب 20 تقسیم 100 20% فود شوه و جمع شوه امرای اف 3 ضرب چند ضرب 20 تقسیم 100 که 20% چی شوه؟ 20% مصرف اضافه کاریشان یا اوور تایمشان. بله قسمت پایین خودش درک میکنم خودش جمع میکنم. این از طریق دیگه هم ما شما کار کردن میکنیم. ما شما کل ما حل جبر یا ریاضی میفهمیم، به قانون ریاضی داریم. وقتی ما شما قوس میگیریم شامل ضرب میشه. مثلا نشته میکنیم که مساوی اول قوس میگیریم دی 3 جمع ای 3 جمع اف 3 قوس بسته سعی کنین کلش جمع کنه با چند تا شامل کنه ضرب 20 تقسیم 100 درستی قوس کردیم کلش ضرب در ضرب شامل میشه. زمانی که می انتر کردیم مستقیم بر ما شما سعی کنین همو کار انجام بدید. دیدین اما یک جرا سهولت بر ما شما داشت بخاطر اینکه ما شما در بار خود مقدار فیصدی رو نوشته نمی کردیم. این بود معلوم نمودن فیصدی ماش. حالا چطور میتونیم بالای ماش چی کنیم؟ از نگاه فیصدی اضافه کنیم. هرگاه خواسته باشیم که از نگاه فیصدی بالای ماش اضافه کنیم در صورت چی میکنیم؟ مثلا میخوایم بالای ماش 10% اضافه کنم. نوشته میکنم که مساوی دی 3 یعنی بالای ماش جمع شوه خود ماش. متوجه هستی؟ اگر ما شما بگیریم که دی 3 ضرب 20 تقسیم 100 در حقیقت ما بالای ماش جمع نکردیم 20% ماش هم معلوم کردیم. حالا چی میگیم؟ میگیم مساوی دی 3 بالای ماش جمع شوه خود ماش چند فیصد جمع شوه؟ نشته میکنیم ضرب 20 تقسیم 100 چند فیصد بالای ماش جمع شوه؟ 20%. انترش میکنیم پایین درگش میکنیم تا جایی که جدول داریم. حالا سعی کنیم در قسمت بیم داریم احمد تیچر ماش چند است؟ 20000. دی 3 چه گفتیم 20000 بالایش جمع کن چند شده؟ 24000. 24 در اقوانی یعنی 20% بالای معاش چی شد؟ اضافه شد به این شکل. ما داریم رحمان آی تی افسر از 30000 معاش داره چند شد؟ 36000. 20% اضافه شد.
به می شکل داره ما شما آشم انجینیر است 25 21 هزار معاش 25 21 هزار معاش چند شده 25 هزار 200 بخاطر که 20 شد بالاش اضافه شد. به می شکل مثلا ما می خوایم که از خود معاشات بالای معاشات 500 اضافه کنم مشتا می کنم مساوی دی 3 جمع شود بالای دی 3 جمع شود خود دی 3 ضرب چند ضرب 5 نشون می کنم مستقیم علامه فیصد شفت 5 علامه چی است فیصد 500 بالا چند اضافه شود اینترفرنس می کنم که بالای کل معاشات از نگاه فیصدی 500 چی میشه اضافه میشه. خب داشتیم سوال وقت اضافه کردن فیصدی بالای هر قسمتی که میخواستی فیصدی اضافه کنیم مثلا میخوایم که بالای ماش 500 اضافه کنیم بالای فود 10 فیصد بالای اوور تایم 30 فیصد اضافه کنیم نشتا میکنم مساوی بالای دی سه جمع کو خود دی سه را ضرب چند 5 فیصد 5 علامه فیصد. خب و همچنان دی قسمت بالای دی اضافه میکنیم 500 اگر خواسته باشیم که بالای از هم اضافه کنیم باز میتونیم که بالای هم ما چی کنیم اضافه کنیم فعلا چه کنیم 500 اضافه کرد این خب بالای چی شد بالای ماش ما بالای ماش اضافه کرد مثلا میخوایم بالای فود اضافه کنیم مساوی ای سی ضرب چند جمع شوه امرای ای سی خود ای سی چند فیصد بالای اضافه کنه دی قسمت میگیریم بالای ای سی جمع شوه خود ای سی چند فیصد گفتیم 20 فیصد ضرب 20 ضرب 20 تقسیم چند 100 یعنی به این معنی که 20 فیصد بالای چی اضافه کنه بالای اوور تایم اضافه کنه به می شکل میتونیم بالای فود اضافه کنیم و غیره. می شکل میتونیم وقتی که معاش ما اضافه کردیم به می شکل میتونیم کم کنیم مثلا می خواهیم که از معاشات 10 فیصد کم کنیم مثلا می کنیم مثلا دی سی به عوض علامه چند منفی از دی سی منفی دی سی به اون از معاش خود معاش منفی شه چقدر ضرب 10 تقسیم 100 یعنی 10 فیصد کم شد انتر سای کنیم زمانی که انتر کردیم معاش ما 20 هزار بود چند شد فعلا 18 هزار شد چرا به خاطر اینکه چند فیصد کم شد 10 فیصد کم شد به می شکل مثلا می خواهیم از معاش 30 فیصد کم کنیم نشتا میکنیم مساوی دی سه منف شوه خود دی سه چند فیصد از دی سه خود دی سه منف شوه از صدری منفی صدری ضرب 20 تقسیم فیصد 20 فیصد کم شوه زمانی که انتر کردیم مستقیم سعی کنیم 20 فیصد کم شد 20 هزار بود چند شد 16 هزار و همچنان ما شما اگر خواسته باشه مقدار ثابت بالایش اضافه کنیم یه خب مثلا یک مقدار ثابت هم میخوای بالای معاش اضافه کنیم بالای معاش میگه 1000 اضافه کن رئیس کورس رئیس کمپانی میگه بالای معاشات کارمندا 1000 اضافه کن این خب نشتا میکنیم مساوی دی سی بالای دی سی جمع شوه 1 بسیار ساده بالای دی سی چند جمع شوه بالای دی سی جمع شوه فعلا مثلا قایم نشه کنیم یه جور میکنیم 1000 زمانی که انتر کردیم مستقیم 1000 افغانی بالاشون چی میشه افزود میشه بالای معاشات فعلا سکن افزود 20 به 21 شد به می شکل اگر خواسته باشیم شما میگید 500 اضافه کن متوجه هستی چند شد 5 فیصد دی قسمت اینا رو که کار کردیم سلکت میکنیم پاکش میسازیم دوباره کار میکنیم میگه بالای معاشات 500 اضافه کن نشون میکنیم مثلا دی سی جمع شوه بالای دی سی شون چند شد 5 دی سی رو هم میفهمین که منظورش چی است از معاش یا سالری است متوجه هستین به شکل اگر خواسته باشیم مثلا میگه بالای اوور تایم شون 1000 اضافه کن نشون میکنیم مساوی اف سی بالای اف سی جمع شوه 1000 مکمل بر ما جمع کنیم فیلن سای کنیم یک دار افغانی رو جمع کنیم این افر کلش 15 ساعت بود شد 2500 مثلا بر تان میگه که چیکو بر ما ماشا جمع فود جمع آورتایم که هر سی شبه هم جمع کنیم که چه خواه میشه دو صورت چی نشتا میکنیم مساوی دی سی جمع شد امرای ای سی امرای اف سی این ترش که مستقیم هر سی شبه مجموعه شبه بر ما چی میکنه میکشه یعنی مجموعه امو جدول ما شما ما شما چی کردیم مصرف غذا را امرای ماش امرای آورتایم امرای خود ماش اوور تایم همچنان اضافه کاری است و فود جمع ساختیم بعض فانکشنی که ما شما میخوایم در این قسمت داریم برس پرسنتیج تریم وظیفه تریم چی است تریم مثلا اگر ما شما یک نام تخلص رو نوشته میکنیم بینشان فاصله های کم از بیش میباشه یعنی نامنظم میباشه وظیفه دیگه است که اون فاصله ها رو منظم میسازه مثلا ما نوشته میکنیم که کریم فاصله جمیلی اگر خوب متوجه باشید کریم فاصله چی جمیلی بله فاصله بین نام تخلص که نوشته میکنیم میخوایم منظم شوه نوشته میکنیم کریم جمیلی نوشته میکنیم مثلا سمیر پروانی مثلا نوشته میکنیم که رامین شریفی به طور مثال شریفی مثلا نوشته میکنیم که زاهد حمیدی فعلا سعی کنین این فاصله از این نامنظم است یکیش اسپیس زیاد داره یکیش کم داره اما ترم چی میکنه برای شما فانکشن ترم برای شما قسم میسازه که فاصله را یک تا میسازه متوجه هستی منظم میسازه از ما در حقیقت از یک اسپیس زیاد حق نداریم که بین دو کلمه ایجاد کنیم متوجه هستی اینا وقتی که ما این فاصله زیاد کردیم میخوایم که منظم شوه از فانکشن ترم استفاده میکنیم نشته میکنیم مساوی ترم قوس باز سلا مستقیم انتخاب میکنیم قوس بسته انتر زمانی که انترش کردیم مساوی ترم فعلا اشتباه نوشته شده درستش میسازیم ترم اینا رو انترش میکنیم فعلا سعی کنیم که
فاصله بین نام تخلص منظم شده. حالا درگش میکنیم پرسه کنیم که ما فاصله بیشتر داده بودیم، سعی کنیم فقط یک اسپیس جور کرد. خب داشتیم مثال وظیفه فانکشن تریم، وظیفه فانکشن تریم است. باز ما شما داریم فانکشن اف. خب متوجه هدف از فانکشن اف چی است؟ ما شما اگر میخواستیم که بالای ماش جمع کنیم، درست است؟ بالای ماش جمع کنیم خودشتم میکنیم مساوی دی سی جمع شو همراه یک هزار. خب متوجه این خب بالایی که ما شما جمع کردیم البته بالای عموما کل جدول تطبیق میشه. این حال بر تو رئیس کمپانی میگه چی میگه؟ میگه تنها کسایی که آی تی آفیسر هستند بالای ماش از اونا یک هزار اضافه کن. اگر ما شما بگیریم که دی سی جمع یک هزار، این خود مکمل بالای تمام جدول معد میشه. متوجه سی کمپانی نقص میکنه. این حال ای بر ما شرط داد گفت تنها کسایی که آی تی آفیسر هستند، درست است؟ بالای اونا ماش اونا یک هزار افغانی اضافه کن. این حال ما ذره داریم به فنکشن اف. متوجه سی اف منظورش چی است؟ فنکشن شرطی است و پر استفاده ترین فنکشن است که از زیاد چی میشه استفاده میشه. این حال ما ذره داریم که از فنکشن اف استفاده کنیم به خاطر اینکه بر ما شرط داره. نوشته میکنیم مساوی یا equals f قوس باز. حالا میگیریم رنج که برش انسای کنیم لوجیکال برش که معرفی میکنیم، ناهی وظیفه را معرفی میکنیم. ناهی وظیفه سی سی. اگر سی سی مساوی چی شوه؟ مساوی شوه با آی تی آفیسر. نوشته میکنیم اینجا آی تی آفیسر. اگر سی سی مساوی شوه با آی تی آفیسر کاما. دیگه چی کو؟ بالای ماش ازی جمع کو چقدر افغانی؟ بالای ماش ازی جمع کو بر ما شما گفته بود که 1000 افغانی. قوس بسته انتر. فعلا سعی کنین تنها ایر درگ میکنیم بالای تمام جدول تنها کسایی که آی تی آفیسر هستن سعی کنین که بر ما چی کرد؟ فقط بالای ماش 1000 افغانی اضافه کرد. آی تی آفیسر ما چقدر ماش داره؟ 30000. چقدر شده؟ 31000. بالای دیگه اضافه کردن؟ نه خیر. دیگه چی گفته؟ کلش فالس گفته. من حالا مثلا میخوام رئیس کمپانی برات میگه که کسایی که تیچر هستن بالای ماش اونا 2000 اضافه کن. کسایی که چی است؟ تیچر است. باز نشته میکنیم مساوی یا ایکوالز آی اف قوس باز. قوس باز اگر سی سی مساوی با چی شود؟ مساوی شود با دبل کوتیشن تیچر کوتیشن بسته کامل اش را چی کار انجام بده؟ بالای ماش از اینا جمع کو 2000 افغانی. قوس بسته انتر. حالا سعی کنین تنها بالای ماش کسایی که تیچر یا دکتر است معلوم هستن یا استاد هستن بالای اونها اضافه کرد. دوباره سعی کلش چی گرفتن؟ فالس گرفتن. مثلا رئیس کمپانی بر ما چی میگه؟ میگه که تنها کسایی که انجینیر هستن، تنها کسایی که انجینیر هستن از ماششون 500 افغانی کم کن. چیکو؟ 500 افغانی کم کن. نوشته میکنه مساوی آی اف قوس باز. اگر سی سی مساوی بشه مساوی با انجینیر شه، متوجه باشین که دیسپلی دی اشتباه نکنین. چیزی که جدول از اون شکل دیگه جمع نشته کنین. مساوی با انجینیر باشه، کام ادیش رو چیکار انجام بده؟ از دی سی از منفی کو 500 افغانی. اگر شما متوجه شده باشین فعلا وقتی که ما شما میگیم دی سی از 500 افغانی کم بساز بر ما شما نشان میده، ایناله کسایی که باقی میمونه بر ما شما فالس نشان میده. حالا ما میخوایم که فالس نشان نده، خانی خالی نشان بده. کسایی که مثلا انجینیر نیستن، مثلا تیچر از دکتر از آی تی افسر است، برای اونها چی بگه؟ یعنی تک متوجه باشین تا زمانی که ما گرفتیم که کام دی سی من 500 این مربوط به شرط ما میشه. وقتی که کام دو میره نوشته میکنیم یا تایپ میکنیم دیگه چیزی که باقی میمونه مربوط به میشه. مثلا تیچر آی تی افسر دکتر باقی مونده، اونها رو میگم چیکو؟ برای اونها خانه خالی نشان بده، فالس نگی برشان. دبل کوتیشن اسپیس دبل کوتیشن قوس بسته آل سای کنین. تنها کسایی که انجینیر هستن ماشون 500 افغانی کم میشه، درگش میکنه به شکل دیگه. کسا جایش چی است؟ جایش خالی است. خب داشتیم شالا و همچنان اگر ما شما خواسته باشیم چی میگه بر ما؟ میگه رئیس کمپانی میگه که بالای ماش کسایی که فرض کنیم دکتر هستن و از اونا چی کار انجام میده؟ اونا رو بر ما مجموع ماشا چجم کنیم، یعنی مصرف غذا امرای فود، مصرف غذا امرای اوور تایم، امرای سالری. درست است؟ ماش امرای مصرف غذا امرای مصرف اوور تایمشون جمع شون. نشته میکنیم مسوی تن البته از دکترها رو گفتم مسوی آی اف قوس باز. اگر سی سی مصیبت شوه دبل کوتیشن مصیب دکتر شوه کاما دیشره چی کار انجام میده؟ دی سی از یورا جمع ای سی جمع اف سی، یعنی هر سه شبا هم چیکو جمع کو. دیگه کسایی که باقی مونه چیکو؟ کسایی که باقی مونه ماش خودشان نشون بده، دی سی شان نشون بده. قوس بسته انتر. حالا سعی کنین کسایی که مطابق شرط ما نمیشه اونا رو ماش خودشان نشون بده و کسایی که مطابق شرط میشه، مثلا دکتر بود، دکتر بس که ماشش چند است؟ 25 25 جمع 2 27000 27 جمع 1500 مساوی میشه با 28500. اینا رو برام چیکار جمع ساخت؟ و یا هم بر ما شما رئیس کمپانی میگه تنها کسایی که آی تی آفیسر هستن بر ما چی که 20% ماش اونا رو معلوم کن. چند فیصد؟ 20%. اینا چی میکنیم؟ تنها از آی تی آفیسر ها رو گفتن نشون میکنیم مساوی آی اف قوس باز. نوشته میکنیم اگر سی سی مساوی با آی تی آفیسر شوه، مساوی با چی شوه؟ آی تی آفیسر. خب متوجه آی تی آفیسر باشه، دو صورت کام چی کار انجام بده؟
ماش سیره ضرب چند فیصد؟ 20 تقسیم صد، یعنی 20 فیصد ماش نشان بده. کسایی که باقی مونه چی کار انجام بده؟ مطابق شرط نمیشن، اونا را برای ما ماش خودشان نشان بده، دیستشان نشان بده. قوز بسته انتر. حالا سعی کنید تنها کسایی که درک کنیم بالای تمام جدول، تنها کسایی که آیتی فیصد از شما 20 فیصد ماش نشان میده که 6000 میشه، و کسایی که نیستن اونا را چی میکنه؟ اونا را ماش خودشان برای شما نشان میده. بعد از این مثلا رئیس کمپانی برای ما چی میگه؟ میگه تنها کسایی که انجینیر هستن بر ما چی کار انجام بده؟ 10 فیصد ماش شانه امرای 20 فیصد فود امرای 0 فیصد آورتایمشون جمع کن. تنها کسایی که چی هست؟ انجینیر هست. نوشته میکنیم مساوی آی اف قوس باز، اگر سی سه مساوی به چی شود؟ دبل کوتیشن مساوی به انجینیر شود، در این صورت چی کار انجام بده؟ کاما بالای دی سی از یا را چی کو ضرب چند فیصد ماش؟ 20 فیصد گفت ضرب 20 تقسیم صد، جمع کو امرای ای سه که مصرف غذاست، از این گفت 10 فیصدش، و جمع کو امرای چند؟ جمع کو امرای اف سه که آورتایم شد، از این مثلا 40 فیصدش تقسیم چند؟ تقسیم صد. ایناله کسایی که باقی مونه چی کار انجام بده؟ از اونا را بر ما 20 فیصد ماش نشان بده. این کامل دیگر داره مربوط به کسایی باقی مونده است. چند فیصد ماش نشان بده؟ 20 فیصد. قوس بسته انتر. فیلنس میکنیم، درگش میکنیم تا جایی که جدول ماست. بعد از این دقیق قسمت شما متوجه باشین، میگیم کسایی که انجینیر است گفتیم ماشش امرای 20 فیصد ماش امرای 10 فیصد مصرف غذا و همچنان 40 فیصد آورتایمش جمع کن. داریم دقیق قسمت ما شما انجینیر فیلنس که اینی شخص انجینیر است، این رقم ماش داره، این رقم مصرف غذا، این اضافه کاری جسای کنید بر ما چه بشه کشیده مکمل 5000 میشه. و کسایی گفتیم باقی مونه چی کنه بر ما شما؟ 20 فیصد ماش نشان بده. فعلا سعی کو تیچر کسایی است که باقی مونده است، کسایی است که باقی مونده است، آیتی افسر، دکتر، اینا خود مطابق شرط مونه میشه. چی گفته؟ 20 فیصد ماش نشان معلوم کرد. 4000 به میشه کلا 6000 شده مکمل بر ما شما معلوم کرد. حالا بر ما شما چی میگه رئیس کمپانی؟ میگه تنها کسایی که تیچر هستند بالای ماششان 10 فیصد اضافه کو. چی کو؟ 10 فیصد اضافه کو. تنها بالای کسایی که تیچر هستن. نوشته میکنیم که مساوی آی اف قوس باز، کسی که سی سیش مساوی به چی شود؟ دبل کوتیشن مساوی به تیچر شود، کوتیشن بسته، کوتیشن بسته کما چی کو؟ بالای دی سی از جمع کو، بالای دی سی جمع کو، خود دی سی را ضرب 10 تقسیم کن. چند فیصدشه؟ 10 فیصد جمع کو. کسایی که باقی میمونه چی کار انجام بده؟ خانه خالی، کوتیشن بسته، قوس بسته، انتر. حالا زمانی که انتر کنین فلانسه کنین فقط 10 فیصد بالای ماشکی، بالای ماش کسایی که تیچر است چی میکنه؟ جمع میشه دیگه، خانش خالی. به مشکل مثلا رئیس کمپانی میگه تنها کسایی که دکتر هستن از ماششان 5 فیصد کم کن. نوشته میکنیم مساوی آی اف قوس باز، کسی که سی سی اچ مساوی به چی شوه؟ مساوی به دکتر شوه، کوتیشن بسته کاما از دی سی از این منف که خود دی سی شه چقدر؟ کاما ضرب چقدر؟ ضرب از این مثلا 5 فیصد، ضرب 5 شف 5 علامه فیصد است. و کسایی که باقی مونه چی کنه؟ نمیشه بر ما داخل قوس نشان بده. میگیریم که دبل کوتیشن قوس دبل کوتیشن علامه اند که ما شما خواندیم جوین کننده است، جوین میکنه. جوین شما برای چی؟ امرای ناهی نیم، نیم چند است؟ 23 است، درست است. باز اند جوین شما دبل کوتیشن قوس دبل کوتیشن یا قوس دیگه از خود اف بسته انتر. فیلم سعی کنیم که کسایی که مطابق شرط ما نمیشه اونا را نمیشه داخل قوس نشان میده. و کسایی گفتیم که دکتر بود چیکو؟ 500 ماش کم کو. فیلم سعی کنین 25 بود چند شد؟ 23700 750 افغانی، درست است. با کسایی که نمیشه متوقع شد که مسایی که نامایش اندشین شما میتن داخل قفل شما میتن. در این قسمت حال ما شما فنشان های اف که کار کردیم به می شکل ما شما میتونیم که زیادتر از فنشان های اف اسپاره کنیم. به می شکل من مثلا میخواه رئیس کمپانی بر ما چی میگه، اینا رو پس ما پاک میسازم. بر چی میگم در این قسمت بباره دیگه فنشان کار میکنم. می کسایی که آی تی اف سر است از ماش از اونا چی کو؟ به طور مثال برام میگه که از ماششان 20 فیصد کم کن، درست است. و کسایی که باقی میمونه برای اونا چی بگو؟ برای اونا بگو که اما ماش شما در ماه بعدی چی میشه؟ کم میشه. این یعنی میتونم که ما شما از فانکشن اف قسم استفاده کنیم که دو تکس هم اضافه کنیم. نشته میکنیم مساوی آی اف قوس باز، کسی که سی سی اس دبل کوتیشن مساوی به چی شوه؟ آی تی افسر. خب متوجه مساوی به آی تی افسر شوه، درست است. کوتیشن بسته کاما چی کنده این صورت؟ از دی سی از این منف که خود دی سی شه، از ماشش که منف که خود ماشه چقدر شه؟ 20 فیصد ضرب 20 تقسیم صد. برای دگا چی بگو؟ برای دگا بگو که دبل کوتیشن یو ار پی ویل بیکم، یو ار پی ویل بیکم دیکریز دیکریز ان دی نیکست منث ان دی نیکست منث، یعنی یک قسم اختاریه برشان باشه که ما شما در ماه آینده چی میشه؟
شاید کم شود و از اینا را کم کرد، کمینترش کرده فعلا سعی کنید. فانکشن بالای تام جدول تطبیق میکنیم. حالا سعی کنید تنها کسایی که آی تی آفیسر است اونا را چی میکنه؟ اونا را بر ما شما گفته که از ماشان کم کرده 20%، 24000 شده 30000 بود و کسایی که مطابق شرط نمیشد برشان چی گفت؟ Your pay will become decrease in the next month. خب داشت انشاءالله به می شکل ما شما میتونیم که تکس های بیشتر نوشته کنیم. مثلا رئیس کمپانی بر ما چی میگه؟ میگه انجینر ها یک تشویق کو چی میکنه؟ تشویق چه رقم میکنیم؟ مثلا برشان میگیم که شما کارتان بسیار خوب انجام دادین و مستحق جایزه شدین، درست است؟ و کسایی که با کیس برادونا میگه چی بگو؟ برادونا هم میگه بگو که مانند شما هم مانند این کارمندا باشین. نوشته میکنیم که مساوی باختر تشویقشان، مساوی آی اف قوز باز، کسی که سی سی اچ مساوی به چی شوه؟ مساوی شوه به انجینیر. گفت انجینیر یک تشویق بود، ایما بسیار خوب کار کردن، کاما چی بگو برادونا؟ دبل کوتیشن برادونا بگو که یو دو یور جاب very well very well and this یا برش میگیم که for this we give some gift، به طور ازی که تشویق شوند، some gift for you و دبل کوتیشن کاما. کسایی که باقی میمونه کاما برز نو چی بگو؟ برز نو بگو که دبل کوتیشن برش مو برز نو بگو که you must، به خاطر که اونا تشویق شوند، you must be like these persons. یعنی شما هم دبل کوتیشن بسته قاعد بسته مانند چی باشین؟ مانند همین اشخاص باشین. فعلا در قسمت آمده فانکشن بالای تام جدول تطبیق میکنیم. فعلا سعی کنیم که برای شما میگه چی میگه؟ کسایی که تو انجینر هست تشویق شدن چی گفت؟ کسایی که انجینر داشت گفته که you do your job very well for this we give some gift for you. یعنی ما تحفه را برای شما چی گفتیم؟ در نظر گفتیم که برای شما تحفه بدیم بخاطر که شما وظیفه‌تون بسیار خوب انجام دارین. و کسایی که در مطابق این شرط ما نمیشه، کسایی که باقی میمونه برای شما چی گفته؟ you must be like this person. شما هم مانند همین چی باشین؟ اشخاص باشین. و همچنان ما شما میتونیم که به می شکل از فانکشن های بیشتر آیف استفاده کنیم. مثلا تکس فارسی اضافه کنیم، هم ما شما میتونیم که از تکس فارسی هم استفاده کنیم. نوشته میکنیم مثلا یک قسمت آمده میگیم کسایی که مثلا دکتر است تشویقش میشون میکنیم، میگیم شما وظیفتون رو بسیار خوب انجام دارین، مستحق جایزه شدین. و کسایی که باقی میمونه اونا رو برشون چی میگه؟ برشون میگه شما هم مانند می کارمندا باشین. نوشته میکنیم به البته به زبان پرشین یا فارسی، مساوی آی اف قوز باز، اگر سی سی مساوی به چی شوه؟ مساوی به دکتر شوه، کوتیشن بسته دای سر چیکو دکتر امر تشویق کو کوتیشن باز زبان پرشین یا فارسی میسازین چی میگیم برش؟ برش میگیم که شما وظیفه تان را، به طور مثال وظیفه تان را بسیار خوب انجام دادید و مستحق جایزه شده اید. درست است؟ زمان تغییر میتونیم دبل کوتیشن بسته کاما باز دبل کوتیشن باز. یعنی حال کسایی که باقی مانده برای اونا چی بگویم؟ برای اونا بگویم که شما کوشش کنید که مانند همین کارمندان باشید. بخاطر که اونا هم چی شوند؟ کوشش کنند که جایزه هنو هم مستحق شوند. بخاطر که اونا خفه نشوند. درست است؟ به خاطر که اینا کار خوب انجام دادن، وظیفه‌شان رو خوب انجام دادن، به خاطر ما برادیان تشویق کنیم. زبان تغییر میدین، دبل کوتیشن بسته، قوس هم بسته، انتر. حالا فعلا سعی کنین که ما شما پیشتر تکس انگلش نوشته کردیم، حالا تکس نوشته کنیم تکس پرشین یا تکس فارسی. حالا برای تام جدول تطبیقش میکنیم به این شکل. حالا کش میسنیم، فعلا سعی کنین درگش میکنیم. در قسمت آمده سایش بزرگ میسنیم، شما سعی کنین که چی گفته برش؟ برای کسایی که مطابق شرط ممیشه یک همشه بول میسنیم که سعی معلوم شما برسه که تو چی گفته؟ شما کوشش کنید که مانند همین کارمندان باشید. البته به کسایی گفته که کسایی که مطابق شرط ما نمیشه، و کسایی که مطابق شرط میشه چی میگه؟ شما وظیفه ایتان رو بسیار خوب انجام دادید و مستحق جایزه شدید. یه البته مربوط که میشه دکترای ماست، متوجه هستین؟ کسی که دکتر است برای زنایی گفته گفته مستحق کمه که اشتباه داره، باز میتونه که ما برای هم چی بسازیم؟ درست بسازیم. یه قسمت آمده مستحق، اینجا باید اول سین به بارزو باسته به مستحق، متوجه باشین برش درستش میسازیم. این هم درست شد. دیگه
قسمت آمده این الگوریتم تام جدول درگش میکنیم سپس بالاش تحلیل شده سه کنیم مستحق شد خب داشتیم شالا یعنی ما شما میتونیم که توسط فنکشن F استفاده کنیم و در این هم تکس هم چی کنیم اضافه کنیم و این بود فنکشن های ما شما که مورد مطالعه قرار داریم و ما شما فعلا سنگل لایف مورد مطالعه قرار داریم و ما شما میتونیم که فنکشن های مولتیپل لایف هم مورد مطالعه قرار بدیم و ما در درس های بعدی ما بخیر ما شما همچنان اونا را میخوانیم.